سلام دوستان یکی از فالوورها سوال کردن من با فردی آشنا شدم و قراری که با هم ازدواج کنیم ولی علاقه بهشون ندارم آیا این ازدواج درسته ازدواج موفقی خواهد شد خب دوستان من باید بهتون بگم که فردی که قرار باش یک عمر ازدواج کنید یکی از اون معیارهایی که باعث میشه رو انتخابتون اطمینان داشته باشید احساستونه اینکه چقدر دوستش دارید چقدر بهش رغبت دارید الان که دیگه دوره ای نیست که پدر مادرها انتخاب کنن روز عروسی دختر و پسر هم دیگه رو ببینن و بعد برن برای تشکیل خانواده بدون اینکه احساسی به هم داشته باشن این دوره معیارها تغییر کرده و حتما حتما باید نسبت به هم احساس داشته باشید گرچه احساس عشق لازمه ولی کافی نیست باید چیزهای دیگر رو هم ارزیابی کنید من به نظرم میاد شما خیلی چیزا رو بین هم ارزیابی کردین احتمالا شغل طرفین برای هم خوب بوده ظاهرتون برای هم خوب بوده شاید موقعیت فرهنگی و خانوادگیتون برای همدیگه مورد تایید بوده و همه اینا اوکی بود ولی اون علاقه به وجود نیومد حالا یا شاید به میزان کافی وقت نذاشتید برای اینکه با هم باشید با هم بیرون برید با هم خاطره ایجاد کنید یا اوقات خوشی رو سپری کنید با هم درباره چیزی بخندید و احساسات خوبی پیدا کنین یا اینکه وقت گذاشتید ولی اون ویژگی های لازم برای جذابیت رو طرف مقابل شما ندارن یا تلاش نمی کنن، یا یه مسئله ای دارن مثلا کسی که افسردگی داره یا افسرد خو هستش یا یه خورده درونگرا تمایلی به ابراز هیجان نداره ممکنه تصمیم گرفته در این مقطع ازدواج کنه ولی ویژگی های لازمی رو که شما یه عمر میخواین در ازدواجتون ارضا کنین رو نداره پس من پیشنهاد میکنم حتما به یک مشاور مراجعه کنید برای اینکه بهتر همدیگه را ارزیابی کنید و ببینید برای یک عمر زندگی مشترک هر دو طرف آمادگی دارین یا ویژگیاتون به هم میخوره شباهتاتون چقدره تفاوتاتون چقدره اگه براتون سخت مشاوره رفتن به دلایلی نمیتونید دوره ای هست من در سایتم هم گذاشتم شناخت قبل از ازدواج این دوره خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید فرد مقابلتون رو و خودتون رو ارزیابی کنید برای یک ازدواج موفق آیا خود من که تمایل دارم ازدواج کنم هر شرایط لازم برای ازدواج رو دارم آمادگی دارم و فرد مقابل من چه ویژگی هایی داره چقدر به من شباهت داره چقدر تفاوت داره بعد میتونید با معیارهایی که یاد گرفتید که قشنگ میتونید اینا رو مکتوب کنید حالا یه ارزیابی درست انجام بدید که یه ریسک نکنید که به خاطر چهار تا فاکتور ظاهری تحصیلاتش شغلش سیگار هم نمیکشه پدر مادرش هم تحصیل کردن خب این اینا اوکی ولی اینا برای زیر سخت بودن و خوشبخت بودن اصلا کافی نیست یعنی حتما باید چیزای دیگه ای رو در نظر بگیرید و اون فاکتورها خیلی زیادن که باید یاد بگیرید که کدوم آیتم ها رو لحاظ کنید من مطمئنم شما یه مقدار برای یک عمر زندگیتون باید سرمایه گذاری کنید یعنی وقت بذارید انرژی بذارید یاد بگیرید که انتخاب درستی انجام بدید که انتخاب درستی انجام بدید و بعدها هزینه زیادی برای, برای جبران این جریان نکنید امیدوارم که موفق باشید و حتما به من بازخورد بدید تا ببینم در رابطه با شناخت قبل از ازدواج دیگه چه نکات مهمی رو شما مد نظر دارید که باید من تو بحثان لحاظ کنم